اون وقتا مجاهدین، بعضی از مجاهدین حرفی که میخواستن بزنن رو اینجوری شروع میکردم. از خودم بگم، حالا من میخوام از خودم بگم، آخه یعنی از خودم شروع بکنم. دفعه پیش که شما ما را دعوت کردید اومدیم اینجا، همسرنگ موعظی حضور داشت، هم حمید اسدیان. الان از خودم که میخوام بگم یاد اینا میافتم، ولی بعضی از همچنان که حضورها رو نمیشه تحمل کرد، بعضی از غیبتها رو هم به سختی میشه تحمل کرد. خب پس من تو قرنطینه هستم، چشمم به تلویزیون اجبارم، و تو تلویزیون آدم خیلی چیزا میبینه، خیلی چیزا میبینه. همچنان که در عرض این مدت کوتاهی که تو ذهن من هست، همه جورشو دیدیم، هم شکوه منترین همیاری که من فکر میکنم خودش یه دلیل واضح و آشکار از این هست که حرف دیگه‌ای وجود نداره الا همین مبارزه‌ای که داره پیش میره. هم این مصیبت ها که پیش اومده، اینا همه با هم، یا یکی در میون یا پشت سر هم. من فکر میکنم که با این ریتم به هر ترتیبی شما یه آدم رو تحت بمباران قرار بدید، اگه از اولش عاقل بوده بعدش دیوونه خواهد شد. خوشبختانه من این چیز رو نداشتم، من از اولش دیوونه بودم. یعنی این خطر من رو تهدید نمی کرد. گمان می کنم که حرف خیلی زیادی نیست که من بزنم. حالا روزگارم یه جوریه که خب مثلا آدم رو متحمل میکنه به زور، به اجبار. آنچه که حق بود دوستانم اینجا گفتن، من فکر میکنم تکرارش موردی نداره. البته خانم رجبی سنگ تمام گذاشت، یعنی همه چی رو گفت. الان من میخوام به خانم رجبی بگم که از تداعی معانی هیچکی نمیتونه جلوگیری کنه. وقتی که فکری میاد تو کله آدم که یه فکر دیگر رو تداعی میکنه، خب اگه گفته بشه خوبه. منم میخوام بگم که
من وقتی شما حرف میزدید یاد یه جلسه افتادیم که 1000 سال پیش با هم تو این جلسه شرکت کرده بودیم. اونجا شما اول حرف زدید، من اومدم حرف بزنم، گفتم که انتخابات بود دیگه، انتخابات مجلس و این چیزا بود اگه درست خاطرم باشه، گفتم این دوست جوان ما، اون موقع شما دوست جوان ما بودید، حالا سربر ما هستید. گفتم این دوست جوان ما هیچی نذاشت که من بگم، همه رو گفت و در واقع تأسف داشتم میخوردم از بابات این که چرا همه رو گفتی. الان یاد اون افتادم و باز هم شما هیچی نذاشتی که من بگم و یاد 1000 سال پیش میفتم. هیچی، همین. اجازه بدین من به آقای دکتر هزارخانی از این راه و از اینجا سلام کنم و سلام همه خواهران و برادرم نثار شما. واقعا مثل همیشه شما کوتاه و نغز ولی به خال میزنین. چه خوب گفتید که جلسه پیش افسرهنگ بود و حمید اسدیان بود و الان نیستند، ولی شما چه کاری میتوانید بکنید؟ دلم میخواد بهتون جواب بدم، شما بزرگترین کار رو کرده و میکنید و یادتون باشه اون مقاومت و پایداری و پای فشردن بر ارزش های خدشناپذیر این مقاومت که هم بارها به شما گفتم یکی از شاخص ها و جلوداران اون هستین و تاریخ این رو به ثبت خواهد داد. در دورانی که بی‌هزینگی و کمرنگ کردن ارزش ها و مقاومت مد روزه، شما از کسانی بودید که جلودار حفظ و حراست این مرزبندی و ارزش گذاری بر مرز مقاومت و مقاومت اونم به هر قیمت تا هر کجا بودید. این که یک. دو، چه زیبا گفتید شکوهمندترین همیاری. من همیشه به شما گفتم در جملات و کلماتی بسیار کوتاه ولی بسیار پرمعنی همه حرف رو میزنید و الانم این کار رو کردین شما و گفتید که شکوهمندترین همیاری که خودش دلیلیست بر این که حرف دیگری وجود ندارد و اون حرف عبارت است از مبارزه‌ای که پیش می رود و به نظر من باز این یکی از اون سقف‌هایی که شما زدید، از اون جملات نقضیه که توش در واقع میشه صفحه ها و ساعت ها در موردش حرف زد. این همه بحثه. و باز گفتید که اون چه که گذشت هر آدم معمولی رو دیوانه میکنه، چه برسد به شما. آری، من میخوام بگم که همونطوری که خودتون گفتید شما دیوانه آزادی، دیوانه عشق به آزادی، عشق به مردم، عشق به مقاومت و نبرد برای آزادی هستید و البته ما همه دیوانه آزادی، دیوانه مقاومت، دیوانه نبرد برای آزادی به هر قیمت تا هر کجا هستیم. طبق معمول شما دوباره اینجا پرچم ویژه‌ای رو بلند کردید. همه برای شما دست میزنن، من مجبورم متوقف بشم تا دوباره ادامه بدم. و باز اشاره کردید به قول خودتون به اون جلسه 1000 سال پیش. اون جلسه اگر درست یادم مونده باشه جلسه انتخابات مجلس بود در سال 58 اگر اشتباه نکنم، که من و شما، من افتخار داشتم که با شما در یکی از سالن‌های اجتماعات دانشگاه تهران در مورد انتخابات صحبت کنیم. من که رفتم صحبت‌ها رو کردم چون کوچیک‌ترم بودم، شما اومدید گفتید که
این دوست جوان ما حرفا رو زد. من افتخار میکنم به اینکه همواره از ابتدا دوست کوچک شما و یار کوچک شما و کوچکترین در مقابل شما بوده، هستم و خواهم بود.